سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. موضوع این ویدیو تمرینات پای تام پلتس که ایشون عضلات پای عجیبی داره. حالا خودش اونقدر مقام های برجسته رو تو دنیای بدنسازی نتونسته بیاره، ولی بهترین عضلات پای تاریخ رو داره. عزیزانی که میشناسن که میدونن، اونایی که ندیدن عکس میذارن ببینن عضلات پاشون چطور بوده. و ممکنه این برتری ژنتیکی رو تو عضلات پا داشته باشن. خودش اشاره میکنه، میگه من زانوهای خیلی قوی دارم، همیشه هیچ وقت مثلا به این شدت و به این ضرب و با این دامنه شما تمرین نکنید، ولی خب شاید ژنتیکی عضلات قوی هم داره. ولی تو تمریناتش هم نکات خاصی وجود داره که خیلی میتونه کمکمون بکنه تو تمرینات عضلات پا. چون خودتون میدونید تمرینات پا طوری هستش که برای خیلی از افراد معضله و پاشون رشد نمیکنه. شاید توی این ویدیوها نکاتی باشه که بتونیم بررسی بکنیم و کمک بکنه به رشد عضلات پا. گفتم مقامم زیاد نیاورده، نه که با ورزشکار بزرگ قیاس کردم، اونا که مقام نداشت باشه. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سال 1980 مستر یونیورس شد، سال بعدش هم سوم شد تو مستر اولمپیا. حالا اگه 1980 درست گفته باشم، 1981 میشه سالی که ایشون سوم شد تو مستر اولمپیا. هر چقدر هم رفت جلو این مقاماش اومد پایین تر، یعنی مثلا سوم شد پنجم، بعد مثلا شد ششم هفتم، اینطوری ای اومد پایین تر، رده بندی شد. حالا براتون یه ویدیو میذارم که ایشون اسکات میزنه و رکورد اسکاتشه، خیلی جالبه. وزنی که میزنه 238 کیلو 23 تکرار میزنه. حالا عزیزانی که آشنایی دارن، هالتر رو مثلا ما 20 کیلو تصور بکنیم، 5 تا صفحه 20 یعنی 45 پوند میذاره و یه صفحه 10 پوند میذاره که اون 18 کیلو باقی مونده 238 کیلو رو تشکیل بده. خیلی وزن سنگینیه. دیدی تو باشگاه کس 238 کیلو میذارن، یه نفر کمکش میکنه، نصفه میشینه، سه تکرار میزنه خسته میشه. 23 تکرار تام پلتس قشنگ میزنه، نگاه بکنید. اون ویدیو رو دیدید؟ خیلی جالبه واقعا یه کسی بتونه اینقدر تکرار بالا دامنه کامل با این وزنه بزنه. حالا نکاتی وجود داره تو تمرینش، بریم ویدیو تمرینش رو ببینیم که داره برای یه سری هنرجو توضیح میده. و من شاید همه جای ویدیو رو نذارم چون طولانی میشه، خیلی بچه ها اعتراض کردن که ویدیو طولانیه، ولی خب نکات مهمش رو خدمتون میگم. My nose, my ears, my ankles, my feet, my toes. The
bottom of your feet, your back, your shoulder, everything's got to be tight. Nothing can be loose. It's like you're in a totally tight time condition. Everything is pushing you down and up, both. You don't relax the bottom or during the course of the motion, other than maybe relax possibly when you come to a complete lockdown. Head up, my head's always up. Keeps my back straighter. This is customary position for me. I was trained by weightlifters, not powerlifters, weightlifters. And they taught me that the squat rack was the altar. Okay, I mean, this is the squat rack, okay? And you genuflect in front of the squat rack. It's where life and death will take place every workout. Best thing to do is to get deep breath on the way down. Hold it and pull it in your abdomen. Get your abdomen tight, and so you bounce, blow out the air when you go up. It's like a piston, like downward situation we talked about earlier. Explosive movement, remember those? Okay. من نکاتی رو که اینجا گفت توضیح بدم خدمتتون. گفت باید تمام عضلات منقبض باشه و جای مختلف رو مثال داد، یه ذرم اقراق کرد و بینی، گوش، شونه، شکم، که شکم واقعا خیلی تاثیر داره تو اسکات، توضیح هم میدم راجبش حتی انتهای ویدیو، و انگشتان پا، عضلات تمام باید منقبض باشه، یعنی محکم سر جاش باشه. وقتی میشینید ستون فقرات راست باشه، سر رو بالا باشه که اون قوس ستون فقرات حفظ بشه، و حالت پایین هم دید یه لحظه مکس کرد، اون حالت نشستن اسکات رو داشت، میگفتش این حالت درست، و اینکه پا هم دیدید یه ذره نزدیک به هم، پاشنه ها نزدیک به هم، پاشنه ها رو میذاره نزدیک به هم، یه ذره پنجه ها رو به بیرون میده که تمامی عضلات چهار سر درگیر بشن. و این نکته هم اشاره کرد، وقتی میشینید هوا رو میدید داخل، دم، و وقتی میایید بیرون به صورت بلند میشید، به صورت انفجاری هوا رو خارج میکنید، و مثال یک پیستون رو زد. بریم ادامه ویدیو. Stretching as far as you can, pushing up. Also working fast. Be very careful when you do this with your knees. I'm blessed with strong knees. Knees are very strong going, by the way, but pressure on the hack squat can be very deadening, or any pressing can be deadening to your knees. But again, my leg biceps seem to hit my calves all the time, take pressure off my knees. That's something I think this is unique to me. Most people I find should not go down as fast, should endeavor to come out of the pocket more slowly. So what I'll do sometimes to get around the cheating motion and avoid the knee problems, I'll have someone, a spotter, catch me at the bottom so I can rebound off of his force, his hands. Mm-hmm.
خب دوستان، در رابطه با هک اسکوات این حرکت مخصوص تام پلت بود. پاها رو میذاره عقب و ابتدای حرکت وقتی نشسته است با پنجه فشار میاره، انتها با پاشنه. و دیدید که گفت این حرکت رو تغییر دادم، وقتی میام پایین باسن رو جدا میکنم تا جایی که بیشترین کشش رو عضلات چهارسر ایجاد بشه و بعد بلند میشم، که این یک نوع وریشنه که به اصطلاح میشه سی سی هک اسکوات. و این حرکت رو کمتر کسی شاید دیده باشید تو باشگاه اجرا کنه. خود تام پلت نکته ای رو اشاره میکنه و این هستش که میگه من زانوهای خیلی قوی دارم، شماها با این سرعت اجرا نکنید، آهسته تر بزنید. چرا؟ چون خودش هم میگه عضلات پشت پای من بزرگه و این عضلات پشت پای بزرگ وقتی میرم پایین میخوره به ساخت، سرعت منو کم میکنه، حالت فنری میده. بنابراین شما میگه با این سرعت اجرا نکنید، کسایی که پاشون انقدر پر نیست. خب این عضله خیلی فشار، این حرکت خیلی فشار خوبی رو عضلات چهار سر میاره، مخصوصا پایین عضلات چهار سر، یعنی دم زانو که بر اکثر افراد خالیه، خیلی کمک میکنه، فوق العاده است. یعنی میشه گفت شاید حرکت تو دستش پیدا نکنه. این حرکت تام پلت خیلی میزد، یعنی اصلا تمرین روتینش همین اسکات و سی سی اک اسکات. حرکت بعدی هم که جلو پای بریم ببینیم به چه شکلی اجرا میکنه. Always almost start out with lightweight. I get into doing reps first on this, a lot of reps. I go to pretty much to failure on the lighter weights. As I move up the rack and add more weight, I get sloppier, but I feel very much still I can contract the muscle. Always stay tight. خب دوستان این حرکت رو دیدید، تهش هم دیگه خنددار شد. ببینید یه نکته خیلی خوب واقعا گوگو، من همیشه با وزنهای سبک میزنم تعداد زیاد، دیدید پا رو چقدر می آورد بالا؟ این خیلی نکته است، چون وقتی که پای شما میاد عضله زانوتون قفل میشه، وقتی میارید بالا یه سری عضلات دیگه فعال میشه، عضلاتی که دو سرش به یه استخون وصل نیست و یه استخون میانش قرار داره، مثلا راسترانی اینجاست که فعال میشه، یه سرش به لگنه، یه سرش به استخون ساقه، اونجا این عضله فعال میشه. گفت پا رو بیارید بالا بالا، خیلی نکته مهمیه این نکته رو. و اینکه میگه هیچ جا استراحت ندید، بعضی دیدید اون پایین استراحت میکنن دو تکرار دیگه میذارن، به درد نمیخوره، استراحت ندید. بعد که خسته شد دیدید دامنه های نصفه رفت، ما دیگه مثلا نمیتونیم بریم ول میکنیم، بعد گفتش که تو بیا من پامو نگه میدارم تو بیا هول بده، یعنی اومدش از انقباض ایزومتریک استفاده کرد، فشار ایزومتریک رو عضله استفاده کرد. بنابراین به ناتوانی محض رسید. کلن تام پلت عادت داره به ناتوانی محض برسه، چه خودش تمرین میکنه چه کسایی که تمرین میداد. یه دونه ویدیو درست کردم فکر میکنم به عنوان شاه کلید بدنسازی بود، تمرینی بود که تام پلت به دیوید هافمن داد، یه بدنساز پرو آلمانی هست، برید اون ویدیو رو ببینید اگه ندیدید، حتما لینکش هم میذارم که سخت نباشه پیدا کردنش. اون ویدیو رو ببینید، ببینید چطور یه ورزشکار حرفه‌ای رو تمرین میده و دراز زمین میشه. Leg curls I perform very few sets. I like and prefer to approach the leg curl in a very lightweight initially. Usually 50 pounds, I'll get on there and go very slowly,
get a full extension, a full contraction. دیگه ویدیو ها تموم شد. حتما اون ویدیویی که دیوید هافمن رو تمرین میده ببینید. اینجا یه ذره کارایی میکنه، شاید خنده‌دار باشه براتون، جالب نباشه، ولی تو اونجا خیلی سنش رفته بالاتر، یه مقدار پخته تر شده و یکم متین‌تر برخورد میکنه. حالا تو پشت پا هم دیدید تکرارا رو زد، گفت من وزن سبک استفاده میکنم، دامنه کامل، کامل باز میکنم، کامل میبندم. و اونجایی که دیگه نتونست کامل پا رو جمع کنه، از شخص خواست کمکش کنه که پا رو جمع بکنه. تئوریش درست، یکم اجراش بد بود. و بعد چی کار کرد؟ بعد میگفتش که تو بکش پایین، من مقاومت میکنم، یعنی دوباره همون انقباض ایستایی در عضله، یا همون آیزومتریک کانترکشن میشه، که از این خواست استفاده بکنه برای ناتوانی محض. خب تام پلتس عادت داره، اصلا کسایی که تمرین میده میگه وقتی خسته شدی 5 تکرار دیگه میتونی بزنی، بعد 5 تکرار میزنه میگه 5 تا دیگه برو، بعد 5 تا میزنه میگه 3 تا دیگه برو، بعد میگه 2 تا دیگه برو، بعد یکی. میبینید مثلا شخص 15 تکرار زده، 15 تا دیگه هم ازش میگیره، میشه 30 تا، به این شکل که میبینید. و میگه عضله باید تا اون جایی که میشه ناتوان بشه و تخریب بشه که بیشتر رشد بکنه. متدش این بوده، روی پا که جواب داد. عضلات بالاتنش هم خوب بوده، حالا عکساش هم براتون الان میذارم ببینید. کلا عکس چون عکسی گذاشتم برای پا بود، عکس بالاتنه رو شما ندیدید، عکس بالاتنه رو میذارم. بدنش خوب بود اون دوره، خیلی بدن خوب زیاد بود، یعنی مسئله این بود. ولی خب نحوه تمرین دادن پاش یونیک بود دیگه. خیلی هم به اسکات اعتقاد داره تام پلتس، میگه تمریناتی که آسونن که آسونن، شما از اسکات فرار میکنید چون سخته. و واقعا هم اسکات حرکت سختیه، کل عضلات پا رو درگیر میکنه، اعصاب پا، عضلات همسترینگ، گلوت و عضلات چهارسر همگی درگیر میشه. خب یه ویدیویی هم باید درست بکنم اینکه چطور اسکات رو درست بزنیم، یعنی این خودش یه مسئله است، چون کسایی که تازه شروع میکنن نباید اسکات بزنن، اسکات خیلی قلقا داره، بایستی درجه آزادی مفصلتون زیاد باشه، انکل موبیلیتی بالا باشه، کشش خوب داشته باشید، فرم درست داشته باشید، همه اینها ربط داره تا بتونید شما یه اسکات خوب اجرا بکنید. من اینم ممکن آسیب بزنه، خیلی با اسکات آسیب دیدن. خب حالا ان شاء الله راجبمون هم یه ویدیو درست میکنم. این سیستم تمرینی تام پلتس، تام پلتس تکرارهای بالا، وزنه سبک و ناتوانی محض رو پیاده سازی میکرد. اصلا کلا تام پلتس چند تا حالت داشته تمرینش، یه حالت بوده که می‌خواست کات بکنه، دو ست می‌زده اسکات و تا ناتوانی، تکرارهای بالا مثلا 50 60 تکرار، و یه حالتی هم داشته مثلا 4 5 ست می‌زده وزنه رو سنگین‌تر می‌کرده و اسکاتو می‌زده و می‌رفته سراغ حرکات بعدی همونطور که می‌بینید، به همین ترتیبی که حرکاتو زد، یا یعنی اینکه تکرارهای بالا می‌زده. سبک تمرین پاش همین بوده که می‌بینید. حالا از سیستم‌های مثلا نگاتیو که اینجا شاگرد کمک میکرد، یا فورس رپس که اونجا هول میداد پاشو، اینا از این سیستم ها هم استفاده میکرد که به ناتوانی محض برسه. همونطور که مایک منتسر هم از این سیستم هایی مثلا اونجا مثل رست پاز استفاده میکرد، دراپ ست استفاده میکرد. اینجا بیشتر، البته مایک هم رو نگاتیف خیلی
سیستم تمرین نگاتیو خیلی تاکید داشت، ولی خب مثلا روی فورس رپس اونقدر چیز نداشت، تاکید نداشت، ولی خب تام پلت تاکید بیشتری داره. در مجموع جفتشون میخوام به ناتوانی برسونن. حالا تام پلت وزنش سنگین بود، اینجا ببخشید تام پلت وزنش سبک بود، مایک وزنش سنگین بود. یعنی اینجا نقطه تقابله. ببینید ما یه جایی رو داریم که یه کسی میاد یه همچین پاهایی میسازه با وزن سبک، یه جایی کسی رو داریم مثل تام پلت با وزنهای سنگین تمرین کوتاه میبینید چه عضلاتی رو ساخته برای بالاتنه. بنابر این جفت سیستما جواب میده، همینطور که آرنولد بدن زیبایی داشت، رونی کولمن هم بدن زیبایی داشت. رونی کولمن سنگین میزد، آرنولد سبک. حالا ان شاء الله نظرسنجی هم که هم راجع به سیستم تمرین آرنولد رای بیاره ویدیو میسازم بیشتر آشنا میشید. ولی کلن سیستم تمرینی که وزنهای سبک استفاده میشه کم آسیب تره، عمر ورزشی بیشتری دارن. الان تام پلت سالم سالمه، ولی مایک منسر و داداشش با هم تو خونه مردن. یعنی حالا آسیب که زیاد میدیدن، این مردن هم نمیم مختار ژنتیکی بوده سکته کردن یا مختار مصرف استرویدا، اون موقع زیاد تو زندگی ورزشکارا ورود نمیکردن، اطلاعات هم به این شکل تو فضای مجازی منتشر نمیشد. ولی سالمتره دیگه، الان تام پلت سالمه. یا مثلا شما جی کاتلر رو که تعداد میزد و سبک میزد و با رونی کولمنی قیاس بکنید که سنگین میزد تعداد کم میزد، میبینید که جی کاتلر الان سالمه، بدنش کات زندگی سالمی داره، رونی کولمن پاهاش با چندین عملی کرده آسیب‌های زیادی داره. بنابراین افرادی که میخوان کاتو بگیرن، چون تعداد تکرار بالا برای کات خیلی کمک میکنه، یک سر ضربان قلب بالا میخوان کات باشن، آسیب کم ببینن و عضلات خوبی هم بسازن، اگر با وزنه سبک در حد ناتوانی به این شکل تمرین بکنن خروجی خوبی میگیرن. اگر نه بخوان سبک بزنن و کمم بزنن نه، فایده نداره. واقعا خودشون رو باید برسونن به ناتوانی، واقعا اینجوری خروجی میگیرن. مثل آرنولد که بعضی وقتا میگفت تمرین من 5 ساعت میشه، ان شاء الله اونم ویدیو میکنم بعدن راجع به جزئیات تمرینش هم صحبت میکنیم. خب دوستان به انتهای این ویدیو رسیدیم، امیدوارم لذت برده باشید، مفید بوده باشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، اگر تا حال کانال رو سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید. یک سری نظرسنجی و پرسشنامه فقط دیگه برای سابسکرایبرها ارسال میشه. ویدیو رو اگه برای دوستانتون شیر کنید محبت کردید. سوپر تانکس کانال فعال از افرادی که دوست دارن حمایت مالی بکنن از کانال، پیشاپیش ازشون تشکر می‌کنیم.